ای ز حریم تو حرم گوشه ای، ای ز حریم تو حرم گوشه ای، وی ز عطای تو جنان خوشه ای. موسی طور ازلیت سلام، مشعل نور ازلیت سلام، روح مناجاتی و خیر العباد، قبله حاجاتی و باب المراد. هفت فلک گوشه ای از درگهت، هشت بهشت آمده فرش رهت، بحر ولایت گوهر فاطمه، موسی جعفر پسر فاطمه، پله تختت قلل عالمین، جای گرفتی ز چه رو در کاظمین. ای همه شب دور سرت گشته عرش، پای نهادی ز چه در چشم فرش. برتر از آنی که ثنایت کنم، جان چه بود تا که فدایت کنم. بین امامان بنی فاطمه، حلم تو مشهورتر است از همه. هم به قضا هم به قدر ناظمی، هم به قضا هم به قدر ناظمی، کاظمی و کاظمی و کاظمی. صلی الله علیک یا موسی بن جعفر ایها الکاظم، صلی الله علیک. سلام بر امام هفتم حضرت کاظم موسی بن جعفر علیه السلام و فرخنده باد روز ولادت این امام عزیز و بزرگوار بر همه شما بینندگان عزیز. با نام و یاد پروردگار بزرگ عرض سلام و ارادت و احترام محضر شریف شما بینندگان عزیز دارم. مجدداً سال روز میلاد مسعود و موفور و سرور حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر حضرت کاظم علیه السلام و مظهر شریف شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که همه ما در این روز پرمیمنت بتانیم که معارف بیشتری از این امام بزرگوار فرا بگیریم. در برنامه امروز عارفانه افتخار داریم که با حضور ارزشمند استاد محترم دانشگاه جناب استاد افشاگر بزرگوار بتانیم که در رابطه با امام کاظم علیه السلام بحث بکنیم و گوشه ای از سیره نورانی این امام عزیز و بزرگوار انشالله به تصویر بکشیم. از شما دعوت میکنم که حتما بیننده برنامه امروز باشین و مطالبی که انشالله قرار هست در رابطه با سیره نورانی امام کاظم علیه السلام بیان بشه حتما بیننده باشین. خدمت شما جناب استاد افشاگر سلام داریم، خیلی خوش آمدین و همچنین عرض تبریک. سلام داشت. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی و همه بینندگان خوب برنامه عارفانه عرض ادب و احترام دارم و خجسته میلاد با سعادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام را خدمت همه ارادتمندان اون بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. زنده باشید. تشکر میکنم جناب استاد افشاگر از حضور شما در برنامه امروز. در بخش نخست دوست داریم که حضرت عالی یک مروری داشته باشین بر تاریخ زندگانی حضرت، ان شاء الله بتونیم از این جهت هم از جهت تاریخی و زندگی نامه امام کاظم علیه السلام معلوماتی به دست بیاریم. بله، عرضم خدمتتان بنابر قول مشهور حضرت امام کاظم علیه السلام در 20 ذوالحجه سال 128 یا 129 هجری، هنگامی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از سفر مکه با همسرشان حمیده یا حمیده برمیگشتن، در یک سرزمین به نام ابوا حضرت چشم جهان گشودند و متولد شدند. زندگی ایشان اون کودکی تقریبا در زمانی بود که حکومت امویان در حال انقراض بود و حکومت عباسیان شکل می گرفت. در سن حدود 4 سالگی ایشان بود که اولین در حقیقت خلیفه بنی عباس تکیه بر قدرت میکنه و حکومتش رو آغاز میکنه. در دوران کودکی و تا قبل از امامت که در سن حدود 20 سالگی بوده، ما گزارشاتی از مباحث حضرت امام کاظم با بزرگان از علمای اسلامی و سایر ادیان رو داریم که یکی از اونها که حضرت در سن کودکی بود، در واقع مباحثات و گفتگوهایی با جناب امام ابو حنیفه هم داشتن.
خب در زمان به هر حال حیات ایشان چند خلیفه سر تخت نشستن و در واقع حکومت کردند، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید و بقیه ای بودن، 4-5 تا تقریبا از خلفای عباسی در اون دوران حکومت کردن. و از بعد از سن 20 سالگی در حقیقت آغاز امامتشان هست به مدت حدود 35 سال. بله. که 148 هجری آغازش بود، 183 هم تقریبا پایانش بود. درست. نکته هم که خدمتتون عرض میکنم در رابطه با امام کاظم علیه السلام این هست که چند بار ایشان از طرف حکومت احضار شدن و زندانی شدن، در دوران مهدی عباسی یک مرتبه و در دوران هارون الرشید دو دفعه که تقریبا طولانی هم بوده، بعضا گفته میشه بیش از 10 سال از عمر شریفشان در دوران امامتشان به هر حال در زندان ها بودن. و نکته دیگر هم که هست نسبت به فرزندان ایشان هست که الحمدلله فرزندان متعددی داشتن، حدود 18 تا دختر 19 تا پسر زارن آمده، 37-8 تا اولاد از ایشان مانده که در میان اونها حضرت امام رضا علیه السلام در میان پسران و حضرت معصومه سلام الله علیها دختر حضرت شهرت بیشتری دارن و القاب متعددی برای ایشان ذکر شده که یکی از مشهورترین اونها کاظم هست، عبد صالح و دیگر القابی که وجود داره که فکر میکنم به همین مقدار اکتفا کنیم. خدا خیر سم باشه. تا بحث بعدی بفرمایید. بزرگوار هستین جناب استاد، تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم. دوستان در ادامه صحبت ها از اتالی وارد بحث سیره حضرت بشین و اینکه در ابعاد مختلف زندگانی نورانی که ایشان داشتن با عنوان امام و حجت خدا و وصی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان چه رفتارها و چه سیره از ایشان ما میتونیم به تصویر بکشیم در ابعاد مختلف، سیره اجتماعی، سیره عبادی ایشان، سیره علمی ایشان که انشاءالله پای صحبت شما هست. بله. در رابطه با سیره اخلاقی و رفتاری ایشان نکته های زیادی هست، به طور بسیار خلاصه بنده به چند نکته اشاره میکنم. یکی از اونها انفاق و رسیدگی به وضع فقرا بوده. به هر حال اگرچه این سیره همه ائمه علیهم السلام بوده ولی در زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام هم برجسته بوده. بله. به گونه ای که تلاش داشتن فقرا را شناسایی کنن، خصوصا در شب و در خفا اونها را کمک کنن و مواردی اصلا ثبت شده که اینها مدت ها مشمول کمک ها و دریافت کمک های حضرت بودن اما ایشان نمیشناختن. لذا یکی از ویژگی های رفتاری و اخلاقی ایشان دستگیری از مستمندان، فقرا، ایتام و امثال اینها بوده که خب بالاخره همواره این یک الگوی عملی برای ما میتواند باشد، مخصوصا در شرایط فعلی که به هر حال فقرا و مستمندان و نیازمندان بیشتر هستند. بدون شک. بله. نکته دیگر صله رحم ایشان هست. خیلی عجیبه در زندگی و سیره ایشان هم به وابستگان خود، به خیشاوندان و نزدیکان احسان میکردن، صله رحم جدی انجام میدادن و احسان زیادی نسبت به اطرافیان داشتن که عرض میکنم نکته های مختلفی باز در این خصوص ثبته که باز هم فکر میکنم که این سیره عزت امروزه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا اگر فقر آمده، مشکلات آمده، ای باعث نشه که ما از هم دوری کنیم، ارتباطمون قطع کنیم. نه، ما بیاییم با همین صله رحم پس روزی های دنیوی و اخروی ما، مادی و معنوی را زیاد کنیم، محبت ها را زیاد کنیم. این همه گاهی احساس میشه افسردگی زیاد از ناراحتی های روحی روانی، مشکلات. خب یکی از کارهایی که به ما سفارش کرده همین صله رحم است، هم گره گشای خیلی مشکلاته و هم خیلی از این در واقع
افسردگی ها و استراب ها را حقیقتا از بین میبرد. در سیره عملی آقای امام کاظم علیه السلام ما داریم که ایشان احسان ویژه به وابستگان میکردن و تأکید خاص به طور عملی به صله رحم داشتن. بسیار زیبا. یکی از نکته های برجسته زندگی حضرت کظم غیظ است. خب ناملایمات، اذیت ها و آزارها در زندگی ایشان بوده، اما این صفت کظم غیظ که در مقابل این به اصطلاح ناملایمات و این آزار و اذیت ها نه تنها عکس العمل نشان نمی دادند، بلکه اون را در حقیقت کنترل میکردن. خود او مسئله را بهش به گونه ای رفتار میکردن که انگار هیچ حادثه پیش نیامده و از اون طرف برخورد بسیار شایسته و کریمانه میکردن. درست. حالا من یک مورد را خوب در همین جا عرض کنم. یکی از به هر حال مسلمان ها بود که نسبت به ایشان خیلی برخورد بدی داشت داره که هر وقت حضرت رو میدید شروع میکرد به فحاشی، به توهین و حتی نسبت به جد بزرگوارشان امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی توهین‌های خاصی میکرد. بعضا اطرافیان با تندی میخواستن حمله ور شوند او را در جایش بشانن و اینها، ولی حضرت هیچ وقت اجازه نمیداد. درست. داره که از اون مسیری که حضرت غالبا عبور میکردن و این شخص رو میدن یک مدت اونجا نبود. سوال کردن چی شده، گفت یک زمینی را در اطراف مثلا شهر اجاره کرده یا مال خودش از خریداری کرده، اونجا کشاورزی میکنه. میگه حضرت رفتن اونجا سلامی کرده، ولی در همون بد و ورود هم یک برخورد تند و بدی کرد. بعد حضرت سوال کردن که تو چقدر در اینجا مثلا مصرف کردی، هزینه کردی؟ گفت مثلا 100 دینار. و بعد فرمودن که چقدر به هر حال تصور میکنی و امید داری که گیرت بیایه؟ گفت 200 دینار. از دست 300 دینار به او داد و گفت ایره بگی خدا به مالت هم برکت بده و این زمینی که داری انشاءالله یک زراعت خوبی باشه. خب این حرکت حضرت باعث شد که آقا نگرشش عوض شد و آمد حضرت رو در آغوش گرفت. خیلی مهمه. ببینین ما هر کدام ما در هر جایگاهی باشیم، سطح سوادی که باشیم، هر جایگاه اجتماعی داشته باشیم، در مقابل توهین ها واقعا سخته که مقاومت کنیم و عکس العملی نشان ندیم. ولی آقا واقعا این ویژگیش خیلی برجسته است که در مقابل اینجور آزارها و اذیتها و ناملایمات صبر میکنه و در واقع کظم غیظ میکنه، که در قرآن هم به این صفت اشاره شده والکاظمین الغیظ. من یک جمله را همینجا خوبه محضر شما و بینندگان محترم عرض کنم. بعضی از بزرگان فرمودن اگر بخوایم اخلاق را خلاصه کنیم، خلاصه کل اخلاق دو چیز میشه: مرنج، مرنجان. کل اخلاق در این دو کلمه جمع هست. انسانی که اندک رنج است معمولاً عکس العمل های بدی انجام میده، خدمتتون عرض کنم، بد اخلاقی ها و امثال این، یا زبان بدی داره، میرنجانه، هم خیلی چیزها را زیر پا میگذاره. فرمود مرنج، مرنجان. اون وقت اگر سوال کنیم که کدام اینها سخت تره، این که ما نرنجیم سخت تر است یا نرنجانیم، ممکنه کسی بگه سخت تر این است که دیگران را نرنجانیم. بالاخره مراقبت و مواظبت بر این داشته باشیم که دیگران از دست و زبان ما رنجیده خاطر نشن. ولی بنده عرض میکنم، البته همه شاید اینا با یک تأملی به همی برسن، که مرنج یعنی ما نرنجیم سنگین تره. ممکنه من خودم کنترل کنم، زبانم به دیگری فوش نتم، ناسزا نگویم، چیزهایی که دل او را میشکنن نکنه. خب این هم سخته. بله. ولی سخت‌تر از اوست که من نرنجم. نرنجم. یعنی در مقابل یک عمل ناشایست و یا جهلی که کسی نسبت به ما روا میداره ما رنجیده خاطر نشیم. احسن. و همون کظم غیظ هم که ما فرمودیم در همون قالب هست. مرنج یعنی کظم غیظ. بله. و امام کاظم علیه السلام که امروز سال روز میلاد با سعادتش هست، در این امر برجستگی خاصی داره. یعنی نکته ها را که وقتی مطالعه میکنیم که
عجب شخصیت عمیق و سرشاری داره که این چیزا اصلا بهش تأثیر گذار نیست. خدا خیرتون بده. استفاده کردیم جناب استاد. ممنون از شما عزیزان بیننده، بسیار زیاد تشکر از اینکه تا این لحظه همراهی فرمودید. بعد از میان برنامه‌ای که آماده نشر هست واسه هم خدمت شما خواهیم رسید. صلوات خاصه حضرت امام کاظم علیه السلام هست که به اتفاق شما میبینیم و میشنویم و زمزمه میکنیم. از حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که در روز ولادت با سعادتش قرار داریم این روایت زیبا و بسیار کلیدی رسیده که فرمودن من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، هر کس دوست داره که از قوی ترین مردمان باشد پس بر خداوند توکل و اعتماد داشته باشه. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. بسیار بسیار مایه افتخار هست که در این روز بسیار با سعادت، یعنی 20 ذوالحجه سال روز ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام، برنامه عارفان در تقدیم شما میکنیم. در خدمت استاد گرامی جناب آقای افشاگر هستیم و گفتگوی ما در رابطه با این هست که بتونیم ان شاء الله سیره نورانی زندگانی امام کاظم علیه السلام بررسی داشته باشیم و گوشه های از این نورانیت ان شاء الله بگیریم و استفاده بکنیم. خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید. خواهش میکنم. خب یکی از ابعاد رفتاری حضرت و سیره رفتاری حضرت سیره عبادی حضرت هست که خوبه اشاره کنیم به بعضی از نمونه های این سیره حضرت. به هر حال شک نداریم که بهترین لحظات و شیرین ترین لحظات عمر آقا امام کاظم علیه السلام در این دنیا و لحظاتی بوده که مشغول مناجات با خدا بوده، مشغول راز و نیاز و ارتباط عارفانه و عاشقانه با خدای خودشان بوده. این چنان از زندگی و این سیره حضرت که انه استشمام میشه که آدم این استنباط رو داره که بهترین لحظات حالا عرض خواهیم کرد. خب شما ببینید ایشان اهل مناجات بود، اهل سحر بود، اهل راز و نیاز با خدا بود، اهل سجده بود، سجده های بسیار طولانی، بله، گاهی ساعت ها به سجده می رفتن و مشغول راز و نیاز با خدا بودن. سجده ای که بر اساس روایات آمده دیگه نزدیکترین به اصطلاح لحظه و نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجده است. بله. سجده است که بینی شیطان رو به خاک می ماله و او را در حقیقت شکست می ده. امام واقعا طویل و سجده بودن، ساعتها سجده میکردن، کمتر شبی بوده که ایشان کاملا شب خوابیده باشن، شاید اصلا این اتفاق نیفتاد. اهل راز و نیاز شب بودن، بیدار میشدن، نماز میخواندن، سجده میکردن، راز و نیاز و مناجات با خدا. گاهی باز داره که شبانه بلند میشدن میرفتن مسجد جد بزرگوارشون و اونجا هم باز همین بحث سجده را در تاریخ نقل کرده، از شب تا لحظه نماز صبح به سجده می رفتن و واقعا حالات عجیبی را در اون لحظه داشتن. این ذکر رو میگه زیاد تکرار می کردن، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا اهل التقوی والمغفره. لذا عبادت ایشان آنقدر برجسته و زیاد بود که به ایشان عبد صالح لقب دادن یا زین المتحجدین، اهل تحجد و شب زندداری بود. در تاریخ آمده که ایشان وقتی قرآن میخواندن چنان قرآن را محزون میخواندن، زیبا میخواندن که شنوندگان را به گریه میانداختن. جوانی غیر جوان از کنار حضرت وقتی عبور میکردن این آیات را با این سوز از زبان حضرت وقتی میشنیدن چنان متأثر میشدن که گریه میکردن. باز داره که از خوف خدا چنان میگریستن که گاهی محاسنشان از اشکهای حضرت خیس میشد و تر میشد. وقتی ایشان در زندان هارون الرشید قرار گرفت
این جمله را از ایشان نقل کردند: اللهم انك تعلم اني كنت اسالك ان تفرغني لعبادتك، ای خدای من تو میدانی که من از تو میخواستم که یک جای خلوتی را برای راز و نیاز من فراهم کنی. اللهم وقد فعلت، خدایا تو این لطف را به من کردی، یک فضای خلوت برای راز و نیاز من فراهم کردی. ولک الحمد، لذا خدایا تو را حمد و سپاس میکنم. لذا در اونجا میگه دعا میکردن، گریه میکردن، مناجات میکردن. این دعا را باز در هنگام مناجات خود مکررن تکرار میکردند و عرضه میکردند: اللهم انی اسألک الراحت عند الموت، خدایا راحتی هنگام مرگ را از تو طلب میکنم. والعفو عند الحساب، خب واقعا این مسیری که ما شما در پیش داریم، چه لحظه جان دادن، چه عوالم قبر و برزخ و قیامت، لحظات سنگینی است، واقعا خیلی پرپیچ و خم است. اونها چون مشاهده کردن اون صحنه ها را به فکرش بودن، لذا حضرت میگه زیادی را تکرار میکرد که خدایا راحتی اند موت، انگام مرگ را از تو طلب داریم. لذا در صلواتی که صلوات خواستم که الان بخشی از اون در واقع بیان شد و قرائت شد، باز به بخشی از این ویژگی های عبادی حضرت پرداخته شده. بله، حالا ترجمهش عرض کنم: درود بر موسی بن جعفر، آن که شب را تا سپید دم با عبادت و استغفار پیاپی زنده می داشت. بله، شبانه به هر حال اهل استغفار و عبادت و اینها بود و که انه همپیمان سجده بود. گفتیم نمونه هایی را انقدر سجده میکرد که در این صلوات حلیف و سجدت طویله، در حقیقت همپیمان سجده و گریه ها و راز و نیاز ها حضرت رو معرفی میکنه. و نکته دیگرم این هست که ایشان خیلی اهل استغفار بود. استغفار واقعا حالا با توجه اگر انسان بگه آثار عجیبی در زندگی انسان داره. بله، ببینید در روایات خیلی تاکید میشد پیغمبر ما اهل استغفار بود. بله او گناه نمیکرد، معصوم بود، اما به هر حال این استغفار فواید و آثار خاصی داره. یکیش زدودن گناهان است. بله، اما یک چیزش هم اینه که صفحه دل جلا میده، رشد میده، پاک میکنه. آقا امام کاظم علیه السلام در سیره عبادیش فرمودن که اهل استغفار بود. عجیبه، من دیدم در یک جای نقش شده بود 5000 بار این مثلا صیغه استغفار رو در روز ایشون تکرار میکرد. من همینجا خوب خدمت همه بینندگان عرض کنم، گاهی ما به دنبال این هستیم که روزی های من زیاد شوه، زندگی ما توسعه پیدا کنه و بالاخره وضع ما بهتر بشه. خب در روایات اشاره شده، در یک جایی نقل کردن که 3 چیز باعث میشه که روزی انسان در این دنیا زیاد بشه. یکیش نماز شب است. بله، نماز شب آثار زیادی داره. یکیش این است که زندگی انسان توسعه میده، رزق انسان زیاد میکنه. درست. یکیش هم استغفار هست. استغفار یکی از آثار وضعیش به اصطلاح آثار که برای دنیای ما داره اینمیست که روزی ما را زیاد. گاهی احساس میکنیم زندگی ما تنگ شده، زیق شده، اقتصاد ما خراب شده، نسخه ای که بیان شده اینه استغفار کنه. و یکی هم نقل شده که انگشتر انسان به دست خود کنه، خود همی آثاری داره. بله، لذا این سیره عبادی را خلاصه که عرض کردیم این است که در زندگی حضرت خیلی پررنگ میبینه، اهل ارتباط به خدا، یاد خدا را همیشه در زندگی داشت و عملا هم با خدا تلاش میکرد ارتباط بگیره، در قالب قرآن، در قالب دعا، در قالب مناجات، در قالب سجده. به هر حال این مسئله را مورد توجه ویژه داشت و
به هر حال او آثار را هم در زندگی ایشان ما میبینیم. خدا خیرتان بده، زنده باشه. خیلی دوست داریم که بخش های دیگری از سیره حضرت هم مثلا داشته باشیم، بیشتر بخش هایی که به درد ما میخوره، بخش سیره اجتماعی و خانوادگی حضرت است، به خصوص انشاءالله در حد فرصت زمانی که داریم. جناب آقای افشاگر بزرگوار، دوست داریم که نمونه های از رفتار و سکنات و درس هایی که میتونیم بگیریم از حالات امام کاظم علیه السلام در بعد سیره اجتماعی و خانوادگی ایشان هم بفرمایید. بله، خب من همونطور که در سیره اخلاقی و رفتاری ایشان اشاره کردم، حضرت خیلی به صله رحم توجه میکرد. درست. به هر حال در هر فرصتی به بستگان و اقارب خود سر میزد، تا جایی که میشد کمکشان میکرد، تفقد میکرد. بله. مهربانی و اینها، این خیلی مهمه. آقای افشاگر، سعی میکنم همینجا ضمن کسب اجازه از حضرت عالی این نکته روشن بسازیم که بحث صله رحم وقتی صحبت ازش میشه و گفته میشه که یک رفتار برجسته بوده در زندگی ائمه طاهرین علیهم السلام، به ویژه امام کاظم علیه السلام که سری بیان فرمودین، صرف دید و بازدید و رفتن در خانه قومخش نیست. درسته که این کار هم جزء مصادیقش هست، اما اصل صله رحمی است که ما در وقتی که ارحام ما، یعنی اقوام خویشان نزدیک ما که پیوند خونی با ما دارن، دچار مشکلی هستن، باید در رفع مشکل کمکشان بکنیم. یعنی در مشکلات کنارشان باشیم و اتو نشه که مثلا ما بریم دید و بازدید بکنیم احوال چطور، ولی نسبت به مشکلی که داره هیچ کمکش نکنیم و کوچکترین عرض کنیم کمکی از ما سر نزنه. احسن، دقیقا همین صله رحم حداقلش همین احوال پرسی و سلام کردن و ایناست. بله. اما وقتی ما میخواییم که واقعا حق مطلب صله رحم را که دستور هم قرآن هست هم روایت بپردازیم، این است که همدل اونها باشیم، کمککار اونها باشیم، در مشکلات به فریاد اونها برسیم. من اینم عرض میکنم، شاید قبلنها هم بنده، گاهی ما فامیل ما بستگان ما همه قدر به هر حال از ما توقع دارن پای حرفای اونا بشینیم. بله. صحبتهای اونها، درد دلهاشون گوش کنیم. بله. مثلا اینایی که سنشان بالاتر میره، درسته، و اینا که اگه از ما پول نه، چون زندگی خود کرده دیگه، نه اقل لباس و اینا، ولی واقعا نیاز دارن که ما بشینیم با توجه به اونها حرفشان رو بشنویم. بله. بله. با مهربانی، خوبی صله رحم است که حضرت انجام میدادن. اون بحث مالی را که شما فرمودین، از همه مهمتر این است که دستگیری در مسائل هدایتی شود. بعضی وقتا فامیل ما، نزدیک ما، از بستگان ما میبینی که یک مسیر غلطی را دارن میره، ما هم به هر دلیلی ممکن توجیه کنیم نگیم نه، بیام لطف کنم برم پیش او و او را در مسیر درست. بعضی از علمای ما این چنین بودن، برنامه های تبلیغی را ابتدا از خانواده و فامیل و بستگان شروع میکنه. این انذار قوم و پیغمبر خدا هم در رأس کار همین را شروع کرد. و انذار عشیرت کرد اقربین. بله. ولی بعضی اصلا، یا مثلا ممکنه یک فکر اقتصادی خوب داشته باشه، همین را بیا به نزدیکانت، به اقارب و فامیلت یاد بده. این چه نبینیم که انالی که یاد گرفت باز ما ممکنه نان ما کم شد و بریده شد. نه. بله. اگر هر کدام از افراد، شاید یک سر صله رحم همین است که بالاخره در هر قوم و خویش و فامیل و اینها استعدادهای مختلفی هست. خدا جناب استاد، این نکته هم اضافه بکنیم به فرمایشات حضرت عالی که بحث صله رحم تا اینجا اهمیت داره که حتی فرمودن او انفاقها و صدقاتی که ما بخوایم داشته باشیم، در وهله اول باید ببینیم که در خویشاوندان و ارحام ما آیا نیازمندی هست یا خیر، یعنی اونا در اولویت هستن، تلاش بکنیم پولی را که اختصاص دادیم مثلا یا هر کمکی هست برای نیازمندان و به عنوان انفاق، اول باید ببینیم که در اقوام و نزدیکان و خویشان ما کسی هست یا خیر، اگر نبود میتونیم به بقیه بتیم و الا اونا در اولویت هستن. تشکر میکنیم. انشاءالله در بخش بعدی باسم خدمت شما خواهیم بود جناب استاد افشاگر و مطالب بیشتر خواهیم آموخت. عزیزان و بیننده از شما درخواست میکنم که با ما همراه باشین بعد از دیدن یک کلیپ ولادتی زیبا. انشاءالله باسم در خدمتتون هستیم.
مجدداً 20 ذی‌الحجه سال روز میلاد مسعود و فرخنده هفتمین وصی بر حق پیامبر گرامی اسلام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را خدمت شما عزیزان و بیننده تبریک عرض می‌کنم. ممنون از اینکه بیننده برنامه خودتان عارفانه هستین. اجازه بدین باز هم کلام نورانی دیگر از امام کاظم علیه السلام تقدیم بکنیم، هرچند که در این بخش می‌خوایم پای سخنان آقای افشاگر بنشینیم و شرح برخی از روایات مهم و برجسته حضرت را بشنویم. این نکته را خدمت عرض می‌کنیم. حضرت فرمودند ان الله لا یبغض العبد النوام، ان الله لا یبغض العبد الفارغ، خداوند بسیار دشمن می‌دارد بنده‌ای را که بسیار بخوابد و بنده‌ای را که بیکار باشد. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و در خدمت استاد ارجمند آقای افشاگر. آقا بفرمایید. سلام باشه. عرضم خدمتتون، خب یکی از القاب حضرت باب الحوائج الالله هست. به هر حال ما و شما چند نفر را به نام باب الحوائج میشناسیم. حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، حضرت علی اصغر و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. بله، انصافا که این ویژگی هم برجسته است. هر کسی حاجتی داره، به هر حال اینها وسیله الالله هستند، اینها مقربان الالله هستند. در این روز خوبه خودشان یک سفر معنوی داشته باشند به بارگاه ملکوتی کاظمین و به هر حال حضرت رو واسطه قرار بدن، ان شاء الله حوائجشان برآورده بشه. ما هم در همین لحظه که غروب روز میلاد آقا موسی بن جعفر هست، خدا را به باب الحوائج قسم میدیم که انشالله مشکلات همه مسلمانان، محبان و ارادتمندان اهل بیت و آقا امام کاظم علیه السلام برآورده به خیر شود. در رابطه با روایات فراوانی هست که واقعا نور همش گنجهای ارزشمندی است که هر وقت خود حقیر یک وقتایی که میریم سراغ اینها احساس شرمندگی میکنیم که ما این گنج ها را داریم، چرا اینقدر محروم هستیم، چرا واقعا از اینا بهره لازم را نمیبریم. همش نور هست، همش گنجه به معنای واقعیش. حالا چند تایی را به عنوان نمونه عرض کنیم. فرمود طوبی للمصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه. خوشا به حال کسانی که این ویژگی را دانند که به فکر مصالحه و این هستند که بین دیگران آشتی بندازند. بله، اگر کدورتی، شکررنجی بین افراد پیش آمده که طبیعی زندگی بشری است، این دنبالی است که همو را برطرف کنه، بین اینها اصلاح کنه. بله، بین برادر است، بین مثلا زن و شوهر است، بین رفیق است، بین همکار است، سری میره اینه حلش میکنه. حضرت فرمود که این چقدر ویژگی ناب خوبی است، اینها در روز قیامت جزء مقربان درگاه الهی هستند. لذا این واقعا پیام داره، ما هم تلاش کنیم این روحیه را داشته باشیم. اولا خود ما هم اهل تنش و درگیری نباشیم. بله، ثانیا باعثش نسیم. از او طرف هم اگر میبینیم در یک جایی این اتفاق افتاده، سریم اونها را به هر حال ترمیم کنیم، چون ابتداش خیلی خوبه، مثل مریضی است دیگه. مریضی اگه سریع درمان شوه پیش نمیره. این روابط هم اگر سریع به هر حال وصل شوه، کینه و کدورت سریع از بین میره و حتی پیش هم نمیره. لذا این یک کلام ناب بر زندگی اجتماعی ماست، عنوان یک استراتژی بگیم، یک اصل در زندگی ما گاهی این روحیه را داشته باشیم. اصلاحگر، اصلاحگری همه جا خوب است، مخصوصا بین مؤمنین. بله. یک نکته دیگر را حضرت فرمودن من استوا یوماه فهو مغبون. چقدر زیباست. ببینین همه چیز در حال پیشرفت است، در حال حرکت رو به جلوس در این عالم. بله. ما هیچ چیزی رو نداریم که متوقف باشه، نه، همه موجودات در حال حرکتن به اون مسیری که تکامل اونهاست دارن میرن و ما انسان ها هم برای همین خلق شدیم. بله، یعنی ما باید لحظه به لحظه هم، ساعت به ساعت هم
در حال رشد و تکامل باشم. نگذره یک ساعت، یک روزی که متوقف بشم. خب این ضرر است. حضرت فرمود اگر کسی دیروزش با امروز یکسانه، یعنی هیچ رشدی نکرده، بله، هیچ نفرمود عقب رفته، امی این ضرر دیده، مغبون از زیان دیده است، زیانکارم باید به فکر جبران باشه، نگذاره ضرر کنه. بله، نزایی برای همه ما درس، برای جوان ما، برای پیر ما، که تلاش کنیم امروز ما بهتر از دیروز ما باشه، چون اگر نبود میشم مغبون، ضرر کردم. خودم آخرت رو چرا یکی روز قیامت رو یکی از اسامیش گفتن یوم الحسره است؟ بله، چون اونجا با تمام وجود مشاهده میکنه من فرصتهایی را داشتم که دیگران استفاده کردن، من از او فرصتم استفاده نکردم، در جا زدم، الان میبینم که خیلی محروم هستم. بله، میسوزد با تمام وجود، حسرت میخوره. رضا حضرت میفرماید این نگاه را داشته باشید، نکنه دو روزتان مساوی باشه، نه، باید تغییر کنی، رو به جلو باشید. بسیار زیبا. نکته بعدی نکته زیبایی است. من اول این روایت هم میخوانم و روایت پایانی را او را انشالله خدمت شما تقدیم میکنم، چون این بحثم مهمه. تفقهو فی دین الله. بله. میفرماید که اهل تفقه در دین خدا باشید، یعنی دین رو بشناسید، بفهمید. بله، تفقه و فقه به فهم عمیق اطلاق میشه. یک فهم و در حقیقت آگاهی سرسری است، اینو نمیگن تفقه. تفقه این است که من عمیق شوم. من باید در مسائل دینی خود با عمق ورود پیدا کنم، آگاهی من عمیق باشه، چه در باورهایم، چه در وظایفم، احکامم، مسائل اخلاقی، همه چیز دینیم. درسته. عزت میفرم. خب ثمرش چیز؟ فان الفقه مفتاح البصیره. فقه مفتاح، کلید بصیرت است. ببینید ما انسان‌های داریم با بصیرتن، بینش خوبی دارن، انسان‌های بی بصیرت. اینا خیلی با هم متفاوت. در طول تاریخ ضرباتی را که به دین رس زدن، خیلی از اونها را که مشاهده میکنید افراد بی بصیرتن. بله، اونایی که بینش دینی خوبی نداشتن. احسن، تیزبینی خیلی مهمه. او چیزی که انسان رو تیزبین میکنه، بصیرت لازمه میبخشه، فرمود همین بحث فقاهت است، تفقه و دین هست. بله، و تمام العباده کمال عبادت است. عبادت زمانی به کمال میرسه که شما عمیق دین رو بشناسی. و سبب و الی منازل رفیعه، سبب تحسین مقام های والاست. ما فکر نکنیم درس خواندن و آموزش مباحث دینی کم ارزش یا بی ارزش، نه، هرچه هستن هم اینجاست. خدا خیرتان بده. کمالات را اگه میخوایی بهش برسی، راهش تفقه فی دین هست. حاجی آقای افشاگری، نکته هم اضافه بشه به این فرمایشات استالی که بعضا گمان بشه که دین شناسی و فهم دین و تفقه در دین مخصوص قشر خاصی از مردم هست که حالا عزیزان طلبه ما بر قشر روحانیت باشه، در حالی که همطور که استالی فرمودین این یک وظیفه همگانی است. هر مسلمانی باید دین خودش را به شکل عمیق و درست بشناسه تا اینکه بتونه عبادتش به مرحله کمال برسه و با بصیرت و بینش خوبی که براش ایجاد میشه بتونه انشالله مسلمانی باشه که حقیقتا در مسیر اسلام باشه و خدا نکرده تحت تأثیر جریانهای انحرافی و شبهات قرار نگیره. چون قطعا کسی که دین سطحی شناخته، آقای افشاگر، تحت تأثیر شبهات واقع میشه و هر دعوتی از هر سمت و سویی که انجام بشه میتونه که خلاصه این شخص چون دین خوب نشناخته تا تاثیرش قرار بگیره. بله. یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم، جنبندی بفهمید از آیف شاید. بله، من همین فقط تکمیل کنم، حالا اون روایت اصلی را که میخواستم بیان کنم دیگه شاید روزی ما نبود که اون را تکرار کنیم. عرضم این است که بحث احکام یادگیریش، فقه و تفقه فی الدین و اینها واقعا آثار زیادی داره. من نمونه شرز میکنم، این نماز من اگر بخواهد قبول باشه باید من احکامش رو رعایت کنم، از مقدمات و مقارنات و مبتلا همه رو من بفهمم. اگر این چنین نشه این نماز بالا نمیره. اسقاط تکلیف ممکنه در مواردی باشه، ولی نمازی که وضوع درست گرفته نشه، لباس من شرایطش نداشته، خب این
اصلا به اصطلاح شکل درست پیدا نکرده تا او آثار داشته باشه. خدا خیرتون بده. تفقه در دین در همه ابعاد خود نشان میده. عقایدی که شما فرمودین واقعا مهمه. ما بعضی وقتا میخوایم مثلا اثبات کنیم که خدا یکیست. خب من چندان نرفتم کار کنم. خب این دیگه خدا بر من ارزش نداره. وقتی یک دلیل مطمئن لذا این مسئله یک مسئله همگانیست. نتیجه کلام این است که روزهایی که این مناسبت ها هست، چه میلاد هست، چه شهادت، بهترین روز برای آشنایی با معارف دین، معارف دین هست و با اون شخصیت و نکته نظراتی که دارن سیره عملی اونها زنده باشه و ما میتونیم از اینها بهره لازم رو ببریم. خیلی استفاده کردیم و این پیام آخری هم واقعا پیام ارزشمندی بود که انشالله همه ما عمل بکنیم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. ضمن تشکر و قدردانی از حاج آقای شاگر عزیز و یکایک شما عزیزانی که تا پایان برنامه همراهی فرمودید از معذرتان مرخص میشیم. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتون.